قصد دارم که برنامه یک روز کاری خودم رو، یک روز نمونه یک کار خودم رو به عنوان یک کارتونیست تبعیدی مقیم پاریس برای شما شرح بدم. طبیعتاً شاید این به این وقایعی که تعریف خواهم کرد مطابق با واقعیت نباشه، اما خب از واقعیت زندگی من به دور هم نیست. از صبح شروع میکنم و تا آخر شب. میتونید تصاویر رو ببینید همزمان. دستگاه اول صبح از خواب بیدار میشم، سعی میکنم لکه های قرمز را از روی خودم و تخت خواب پاک کنم. بعد نوبت ورزش صبحگاهیه. متاسفانه سنگین ترین وزنی که میتونم بلند کنم قدمی است که با اون طراحی میکنم. بنابراین به جای دمبل اون رو چند باری تکان میدم و بالا پایین میبرم تا ورزش صبحم رو انجام داده باشم. صبحانه. یکی از بزرگترین چالش های من در پاریس گاز زدن به باگت های فرانسوی است، خصوصا اگر کمی مانده باشه و بیاض شده باشه. هرچه گازشان بزنی کنده نمیشوند و جویده نمیشوند. با این حال هیچ وقت ناامید نمیشوند و همیشه به تلاش خودم ادامه میدهم. برای شروع کار خودم احتیاج دارم تا در جریان اخبار روز قرار بگیرم، چرا که برای دو یا سه سایت ایرانی کار میکنم که از منتقدان حکومت هستند و نیاز دارم تا در جریان اخبار روز ایران قرار بگیرم. بنابراین پشت کامپیوتر بنشینم و سری به سایت های خبری میزنم. تصاویری که و اخباری که هر روز در اینترنت انتظارم را میکشند چیزهای ناخوشایندی هستند، از این قبیل که میبینید خبر اعدام چند نفر یا انتظار چند نفر دیگر برای اعدام شدن، بازداشت و زندانی شدن چند فعال حقوق زنان، چند فعال سیاسی، چند نویسنده و روزنامه نگار، چند فعال حقوق قومیتی و از این قبیل. تعطیلی و توقیف مطبوعات، احتمالاً ممکن است قطع کردن دست دزد و البته سرکوب همیشگی مخالفان و معترضین. دیدن تصاویر و مرور اخبار را ادامه میدم تا وقت نهار. برای نهار تلاشم را برای جویدن نان باگتی که صبح در خوردنش ناموفق بودم ادامه میدهم. همچنان جویده نمیشود. همچنان امیدم را از دست نمیدهم. امید آخرین چیزی است که باید از دست داد. بعد از نهار باید مرور اخبار و تصاویر خبری را ادامه بدهم. اما میدانید که دریافت حجم بالای اخبار و تصاویر ناخوشایند میتواند تأثیرات بدی در آدم داشته باشد، خصوصا وقتی که شما شکمتون از غذا پر است. برای تحمل تصاویر خشن اختراعی کردم که به شما معرفی میکنم. البته این اختراع رو من در 8-9 سالگی یا 7 سالگی وقتی که یواشکی فیلم های ترسناک نگاه میکردم کرده بودم. خیلی ساده هست، الان هم برای من کاربرد داره برای مرور اخبار داخلی و مخصوصا تصاویری که در اینترنت میبینم. یک کاغذی در این ابعاد، یک شکاف این وسطش ایجاد میکنیم خیلی باریک. دور برای این شکاف رو تصاویر کارتونی خیلی بامزه و خنده‌داری که دوست دارید میکشید. بعد موقعی که میخواید تصاویر فیسبوک رو ببینید یا تصاویر یوتیوب رو ببینید یا تصاویر خشن رو ببینید، این رو جلوی صورتتون نگه میدارید و از این شکاف اخبار رو مرور میکنید. هر جا احساس کردید که حالتون داره بد میشه یکم فاصله ایجاد میکنید و تصاویر کارتونی رو تماشا میکنید. مثلا به عنوان مثال صحنه ترسناک و خشونت‌آمیز از مرگ یک تظاهر کننده سوری یا ایرانی بر کف خیابان از پشت کاغذ نقاشی شده چنین می‌شود که می‌بینید. البته من شنیدم که اعضای سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم چنین اختراعی برای مرور اخبار خبرنامه‌ای با یک تفاوت، این شکاف وسط رو ندارد. متاسفانه حتی اختراع من هم نمیتواند برای طولانی مدت مانع تأثیر اخبار بدی شود که همچنان ادامه دارند.
باز هم شلاق، باز هم شکنجه، باز هم ترور، باز هم سرکوب، باز هم سرکوب، سرکوب، سرکوب. شما برای حضورداری چه آینده میتونید تصور کنید؟ من برای که جواب اینو به شما برسم، به یک سوال جوابی که بین خودم و یک همکارمون در ایران روی اینترنت رد و بدل میشد حواله میدم. این روزنامه‌نگار بسیار سرشناسی بوده در اون دوران که من خودم موقع از خواننده‌های نوشته‌هاش بودم و برای همین بعدها دعوتش کردم که با روز کار کنه. اما چند تا مطلب که دیدم خیلی مطالب ضعیفه. یه روز بهش گفتم که چرا تو اونطوری نمی‌نویسی که قبلا می‌نوشتی؟ جوابی که به من داد این بود، اینش رو نوشتم برات. نوشته در اون روزگار با مردم رو در رو صحبت می‌کرد. از مسئولین سوال می‌پرسیدم. این دوران دوم خورداده. در یک تحریریه واقعی در کنار ده‌ها همکارم مطلب می‌نوشتم. به منابع خبری دسترسی داشتم. و و و. امروز اما با ترس و لرز، با اسم مستعار، بدون داشتن حق تماس با مردم و مسئولین، ماه‌هاست در زیر زمین زندگی می‌کنم، مخفی هستم، هر لحظه نگران دستگیری هستم و اینکه مبادا آیدی های من لو بره، آیدی هایی که شرکت های غربی زیر عنوان های مختلف کمک کردن که جمهوری اسلامی به این آیدی ها و به این حساب های اینترنتی دسترسی داشته باشه. The basic message of human rights is very simple. It means that by virtue of being a human being, you are entitled to certain fundamental rights, the most basic of which are the right to life, the right to liberty, the right to dignity, the right not to be tortured, the right to have freedom of conscience and belief. We don't ask what your belief is, we don't ask what your religion or ideology is before deciding whether you have the right not to be tortured. فرستادن اطلاعاتی رو که شاید دولت ایران خیلی مایله که وارد نشه به ایران. چیکار میتونن بکنن؟ خبرنگارا، سیتیزن ژورنالیستا یا کامپیوتر دانهایی که مثل شما کار میکنن؟ به نظر من برای کشورهایی که با رژیم‌های سرکوبگر دارن دست و پنجه نرم میکنن اونقدر خوبی داره شبکه‌های اجتماعی، خودرسانه‌ها و تکنولوژی آنلاین که میشه از خیلی از بدی‌هاش چشم پوشید. یعنی برای جامعه مثل ایران که جامعه مدنیش از هم گسیخته است، جامعه زیر فشار و سرکوب شدیده، این میتونه جایگزین خیلی چیزا بشه. چیزی که ما نیاز داریم بهش احیای این شبکه‌هایی که از دست رفته یا دولت تلاش می‌کنه اونها رو بشکونه زیر فشار سرکوب، و خب این خیلی کمک می‌کنه به کاربرای مختلف. ما هم آدمای تکنوتوپیایی نیستیم، ما احساس نمی‌کنیم که تکنولوژی وقتی اومد یعنی انقلاب اومد یعنی تغییر سیاسی اومد، اما میتونه به همه این چیزا کمک کنه، میتونه زمینه این تغییرات رو فراهم کنه توی جهان بدون مرز. ich möchte mich auch bedanken bei unser Medienpartner Radio Samone und bei alle Journalisten bei ARD, immerhin bei alle Journalisten, die im Vorfeld unserer Konferenz bekannt gegeben haben und uns unterstützt haben.